تو ویدیو میخوام به تو آموزش درست کردن یه غذای کاملا گیاهی رو بدم و خیلی هم خوشمزه و تقریبا متفاوت. فکر میکنم که با ذائقه ما ایرانی هم کمی جور باشه. یه جور برنجی هستش که به اسم برنج تایلندی که همه چیزش گیاهی کاملا. خب موادی که ما احتیاج داریم، یکم روغن نارگیل من ریختم. شما میتونید از هر روغن گیاهی که دوست دارین استفاده بکنین، یا اگر کره میخواین استفاده کنین میتونید از کره گیاهی یا مارگارین استفاده بکنین، ولی روغن نارگیل یا مثلا روغنایی که تو بازار هست مثلا آفتاب گردون خیلی بهتره. بعد احتیاج به پیاز خلال شده داریم، احتیاج به یک پیمونه برنج داریم. برنج رو حتما برای این غذا یک ساعت قبلش باید حتما بخیسونید. من برنج رو یک لیوانم رو خیسوندم و گذاشتم کنار. بعد احتیاج به یه سری مواد دیگه داریم، مثل سیر. سیر رو من به این شکل برش در رو بردم، نازک نازک کردم. فلفل چیلی تون داریم، حتما باید تون باشه. فلفل دلمه خرد شده دارم. یه تیکه چوب دارچین دارم، اگه چوب دارچین نداری از خود پودرش هم میتونه استفاده کنیم. هل سبز داریم، هل سبز اگه استفاده کنیم خیلی بهتر، اینا حتما باید درسته باشه. اینا هم که دونه فلفل سیاه هستش. خب برای موادی که احتیاج داریم، شیر نارگیل هست یا خامه نارگیل، هر کدومشو که داشتیم، کوکونات میلک، این حدود 100 وزنش رو بگم دقیق میگم 165 گرم وزنشه. یه سری ادویه دیگه هم داریم، شامل ناتمگ، همون جوز هندی، زیره و زردچوبه. یه دوتا چیز دیگه هم هستش که منارم به مرور بعد این که پیازا درست کردیم بهتون نشون میدم. خب اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که پیازی که اینجا داریم و قشنگ تفتش میدیم. پیاز و سیر رو شروع میکنیم به سرخ کردن، بعد اینا رو جدا میذاریمشون. یعنی در واقع یه پیازداغ حسابی میخواییم درست بکنیم دیگه. اینا رو از قبل خلال کردم، چون به من میگن که وسط فیلم ها اینا رو خورد نکن یا مثلا چیز نکن، همه چی تو آماده باشه. من دیگه اینا رو شروع کردم همه چی رو آماده کردن که دیگه یه دفعه انجامش بدیم دیگه، زمانش هم کوتاه‌تر بشه. خب اینو سب میکنم روغنم داغ بشه، بعد اینا رو میریزم و پیازداغ درست میکنم. من به این روغن نارگیل، چون روغن نارگیل یه ذره طعم خوبی داره، یه ذره روغن هسته انگور میخوام اضافه بکنم که زیاد بشه. روغن تو این غذا اگه زیاد بشه مهم نیست، بخاطر اینکه ما سرخ کردن یه ذره زیاد داریم تو این غذا. بعد اینکه پیازامون درست شد، سرخ شد، برداشتیم، برنجمونم بعد این تو سرخش بکنیم. خیلی غذا خوشمزه هستش، هم میتونیم به صورت تکی اینو استفاده بکنیم، مصرفش کنیم، بخوریم، همین که با غذاهای دیگه مثل غذاهای مثل ماهی یا چیزا دیگه. ولی بیشتر من چون خیلی گفته بودن غذا گیاهی میخوایم، اینو براتون دارم درست میکنم که امیدوارم خوشتون بیاد، چون واقعا خیلی هم خوشمزه است. این برنج خیلی متفاوتیه، تقریبا با ذائقه ما ایرانی هم جور هستش. خب یه دو تا چیز دیگه هم داشتیم اینجا. یه دونه برگ بو هست، من برگ بو تازه استفاده کردم. اگه نداری میتونید از برگ بو خشکم استفاده کنید. یه دونه هم برگ لیمو هستش. برگ لیمو خیلی عطر خوبی به این غذا میده، برای غذای تایلندی استفاده میشه. و تخم خردل هم هستش یا پودرش، و اگه داشتین اونم میتونین استفاده بکنین. یعنی غذا حتما داره، چون من پیدا نکردم از خود سس خردل میخوام استفاده بکنم. اینم اگه استفاده کردین مهم نیستش، ولی اگه تخمش بود که خیلی بهتر میشد. یه برنج خیلی پر ادویه و با طعم و مزه خیلی خوبیه و کاملا هم تنده. این تندیش خیلی خوشمزهش میکنه و امیدوارم که خوشتون بیاد. خب روغن ما فکر کنم تقریبا گرم شد. سیر رو الان اضافه نمیکنیم، بخواهی که سیر خیلی سریع سرخ میشه و برشته میشه و خوب نیستش. سیر همیشه وقتی اینکه پیازش مون درست شد، سیر رو بعدا اضافه میکنیم. فقط پیازاتون به این شکل حتما خلالی باشه که خوب در به یک دست بد باشه. وقتی که به این مرحله رسیدیم، سیرامون رو بهش اضافه میکنیم. چند
ثانیه نهایت یک دقیقه تفتش بوده و اینا رو خواهج میکنم. این یکی از ما آماده است. چون یه ذره به همین زرچوبه هم بزنیم چون همیشون خوشتنگ میکنه تو برین ببینم که میریدیم رنگ خوب بهش میده. چند ثانیه تفریمون عطر سیر که بلند شد خورد به دماغتون دیگه کافیه. میزیمش تو کاسه و آماده است. توی مرحله زیر گازتون هم خاموش نکنیم، همینجوری بزن بمونه. پیاز دارم که میخواین چیز کنیم بیاریم بالا قشن روغنش رو بگیریم بعد بریزیم توی کاسه. این کفی هم که میکنه مال اون روغن نارگیلیه که من ریختم. روغن نارگیل معمولا کف میکنه یه ذره. خب من پیازا رو سوا کردم ریختیمش این تو. حالا زیر گازمون هم که همونجوری روشنه شروع میکنیم بقیه کارامون انجام بدم. دوتا برگ بو داشتیم یعنی میندازیم این تو که سرخش بکنیم. فلفل چینی هم داشتیم برای ادویه‌مون هم بهش اضافه میکنیم به جز فلفل دلمه. این برگ لایم هم ما داشتیم یعنی نصفش رو خود خود بکنیم بریزیم داخلش. عطر خیلی خوبی میده. اینا رو یه ذره رو روغن شروع میکنم تفت شده تفت رو خیلی خوبی رسم آزاد شد. زیره من درسته نمیشم اگه زیره درسته هم شما داریم بهش اضافه میکردیم خیلی خوبی شد چون تقریبا تمام این این غذا همون چیزاش همش درست هست. خب حالا تو این مرحله برنجمونو که آبکش خیز کرده بودیم برنج خام حتما دقت کنیم خام خام باشه اینو به این اضافه میکنیم و تو روغن شروع میکنیم اینو پخت کردن به این شد برنج پخته شده رو اضافه میکنیم. با حرارت تقریبا متوسط به بالا مسخ شد. مرتب اینو هم بزنیم این قشنگ مسخ شد. آبی که داره یه ذره قشنگ باشه آب کار داشته و تفت شده. برگ و این چیزا رو توش نگه داریم اصلا از توش برنده چون موقع پختمون هم اینا به ورد بنده هست به برنده هم مرتب همش بزن که بشن همه جاش سرخ بشه. کم که برنج رو حس کردم که آبش گرفته شد و کم برشته شد پیاز آب رو بهش اضافه میکنیم از فیلی که توش هست. همینطور فلفل دلمه رو اضافه میکنم
آبم گذاشتم روش بیاد، چون الان میخوایم بهش آب اضافه کنیم و بذاریم که قشنگ شروع کنیم به پخته و جا افتادن. از بر خیلی خوشمزه و عالیه، خیلی هم تنده. خب کمی هم ما ناتمک داشتیم، اونم اضافه میکنیم یه ذره و همینطور زیره. خب این آب هم جوش اومد، آب هم اضافه میکنم. نمک فراموشتون نشه، بهترین کار اینه که برنجتون موقعی که میخواییم بخیسونیم با نمک بخیسونیم، یه ذره کم مقدار کم بهش نمک بزنیم. حالا شیر نارگیلی هم که داشتیم اینجا همش رو خالی میکنیم داخل این. خیلی هم مقویه، خیلی هم عالی در میاد. خب از اینجا به بعدش مثل دم کردن کته میمونه، یعنی بس حب بکن کمی آبش غلیظ بشه، آبش رو بکشه به خودش، بعد دیگه درش رو میذاریم تا مثل کته معمولی که چجوری دم میکردیم وشن دم بکشه. نمکش رو فقط حتما خوب اندازه کنیم، چون اگه کم نمک باشه خوشمزه نمیشه. تمام اینا داخلش میذاریم بمونه، درشون نمیاد چون تمام اینا عطرشون رو آزاد میکنه و به برنج میده، خیلی برنجتون خوب میشه. خب من صبر میکنم که این آماده بشه، بعد موقعی که خواستم درش رو بذارم دوربین روشن میکنم و بهتون نشون میدم. ترمه آماده است، اینو درش رو هم میذارم و زیرش رو کم میکنم و میذاریم که نشن این دم بکشه. یعنی کفه خودمون دیگه. خب برنج ما دیگه آماده شد، ببینید چقدر خوب و عالی در اومده، خیلی خوشبو و خیلی هم خوشمزه است. حالا خیلی تند نشه، سوراخ آدم وا میشه، خیلی مواظب باشه اگه تندیش رو تحملش رو نداری. فلفلش رو حذف بکنم، فلفل سبز تندش رو که من بهتون گفتم. حالا اینو شما به همین شکل اگه گیاهخوار هستی میتونی همینجوری بخورید، اگر که نه میتونیم مثلا فیله مرغ درست کنیم، مرغ درست بکنیم باش بخوریم، با ماهی درست کنیم بخورینش، با گوشت بخوریم، با هر چیزی که خودتون دوست دارین. خیلی این خوشمزه و عالی میشه، امیدوارم درست کنین و لذت ببرین. خب اینم از برنج ما، ببینید که چقدر خوب و عالی در اومد. برگا اینا رو میتونین اگه نمیخواین بندازینش بیرون، البته خوردنی نیست، واسه قشنگی رو غذاتون وقتی که میکشین واسه جلو مهمون میتونین بردارین بیارین. این چقدر قشنگ و عالی و خیلی هم خوشمزه.